بمبگذاری های 20 روز پیش در راهپیمایی صلح در آنکارا، فعالتر شدن مخالفان کرد دولت و ادامه درگیری پلیس با مظنونین عضو داعش، نگرانی در مورد آینده ترکیه به عنوان یک متحد استراتژیک در منطقه را افزایش داده است. برای یک چنین انتخابات بحث‌انگیز پارلمانی، کمپین انتخاباتی پرجوشی در جریان نبوده و امنیت موضوع مهم انتخابات شده است. ترکیه بار دیگر با کردهای حزب پیکاکا از یک سو و ستیز جویان داعش از سوی دیگر می جنگد. Recently, اخیراً گروه‌های تروریستی بیش از هر زمان برای ترکیه خطرناک‌ترند. پیکاکا بیش از 30 سال یک گروه تروریستی بوده که ترکیه را تهدید کرده و داعش این پدیده خاورمیانه تهدیدی دیگر برای ترکیه است. در میان سیاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و حزب حاکم او در مورد سوریه پیشاپیش انتخابات یکشنبه مورد سوال قرار گرفته است. اردوغان در صف مقدم کسانی است که خواستار کنارگیری بیدرنگ بشار اسد هستند و آنکارا یکی از حامیان عمده مخالفان سوری است که با اسد می‌جنگد. در میان چه در داخل حزب حاکم اردوغان و نیز از سوی احزاب مخالف صحبت از نیاز به ارزیابی سیاست در مورد سوریه و منظور شدن نقشی برای بشار اسد در روند صلح در سوریه مطرح شده است. در حالی که سرنوشت حزب حاکم آقای اردوغان در انتخابات روشن نیست، دولت کردهای مخالف در ترکیه را در کنار داعش تروریست می‌داند. همزمان این هفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حملات چهارشنبه پلیس ترکیه به یک شرکت رسانه‌ای هشدار داد و گفت ما مصرن از مسئولان ترکیه می‌خواهیم نه تنها به آزادی رسانه‌ها بلکه به روند سیاسی که شامل مخالفت نیز هست احترام بگذارند. من فقط می‌گویم که قبلا هم تکرار کردم که دموکراسی ترکیه و ارزش‌های دموکراسی آن برای ما مهم است و میل داریم این ارزش‌ها حفظ شود. از سوی دیگر ویکتوریا نولان معاون وزیر خارجه آمریکا هفته پیش از همبستگی ترکیه در حمله هوایی علیه داعش قدردانی کرد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.